با درود بسیار و سلامی چو بوی خوش آشنایی، بسیار محبت کردید که بیننده عزیز برنامه اندیشه با دوستان هستید. تا یکی دو روز دیگه خیال میکنم، بله دو روز دیگه تکلیف رئیس جمهور تازه جمهوری اسلامی معلوم میشه و این نمایشی رو که از مدت ها قبل شروع کردن به هر حال به پایان میرسه و هنرپیشه‌هاش که این روزها سعی میکنن خیلی مطرح باشن، بله مخصوصا آقای رئیسی و آقای روحانی که هر دو با هم رقابت میکنن و البته تکلیفشون آقای خامنه‌ای معلوم میکنه، اما خبرهای بسیار جالبی از داخل ایران میرسه، تصاویری که برای ما تازگی داره. اجازه بدید یک نکته ای رو بگم. در آغاز انقلاب آخوندها سخت با موسیقی مخالفت کردند. حتی هنوز هم در تلویزیون جمهوری اسلامی سازها رو نشون نمیدن. با خیلی چیزا مخالفت کردند. حتی از اینکه بعضی از قهرمانان فوتبالیستا احتمالاً خال کوبیده بودن اونها رو اخراج کردند. خال کوبی جرمه. موسیقی هم جرم بود. به طوری که در اول انقلاب این شعر معروف بود، میگه کلید ساز فقیری به حکم حاکم شهر به پای جوخه اعدام جان خود را باخت. سوال کردم و گفتند جرم او این بود که سنگ در ره احکام شهر میانداخت. در این زمانه که ممنوع گشته موسیقی، کنار دکه نشسته کلید صلح میساخت اون کلید ساز. و اما حالا در زمانی انتخابات میبینیم که موسیقی جرم نیست. حتی موسیقی که یک موقعی اگر کسی اجرا میکرد احتمالاً شلاق میخورد. البته اینا همه مال دوران انتخاباته. اجازه بدید نگاه بکنیم به یک ویدیو کوتاهی از ایران در ستاد انتخاباتی آقای رئیسی که دی جی هست و موسیقی می نوازن. با هم نگاه میکنیم و بعدم یک خبر خیلی جالب براتون دارم. میریم به سراغ مهمان ها. با هم نگاه بکنیم به اون قسمت اگر حاضر لطفا. دی جی اسلام اگر نمیدونم تا مدتی پیش و شاید هم همین الان در احتمالا جشن تولد یک نفر بود و صدای این موسیقی شنیده میشد و یه عده خودشون رو تکان تکان میدادن، آیا مامورین میریختن توی خانه ها یا نه؟ که بارها ریختن و دیدیم که جشنهای تولد بسیار رو با خون آلوده کردن، بسیاری رو تا صبح کتک زدن و شلاق زدن به خاطر اینکه جشن نامزدی گرفتن و یا جشن تولد گرفتن و خیلی از این مسائل که در ایران اتفاق افتاده. و حالا برای بله موسیقی. و اجازه بدید به یک خبری که همین صبح، یعنی تا چند دقیقه پیش جزو خبرهای
بسیار جالب بود برای کسانی که خبرهای انتخابات رو دنبال میکنند. یک خواننده موسیقی رپ داریم به نام آقای تتلو که ایشان مثل بسیاری از خواننده ها تمام دستش و تمام دستهاش رو خالکوبیه و احتمالاً گاهی اوقات یک حلقه هم در لبشه یا اینها، و مثل بسیاری از این خوانندگان احتمالاً غربی و نمیدونم اجازه کار داشته یا نه، ایشان یک آهنگ برای آقای رئیسی خونده، با آقای رئیسی هم بله مصاحبه کرده. و ببینید، برای اینکه انتخابات و تب انتخابات و سیرک انتخابات رو جالبتر بکنن و مردم بهش توجه بکنن، چه کارها که نمی کنن. اجازه بدید با هم دیگه نگاه بکنیم به این بله مصاحبه جالب خواننده رپ ایرانی با آقای رئیسی، یکی از کاندیداهای انتصابات فرمایشی. با هم نگاه میکنیم. شیر پشتتون هستیم همیشه و انشالله قهرمانی رو و جشن نور رو بهتون تقدیم میکنیم و انشالله که خیلی آهنگ مثبتی بوده. حالا اگر که اونی که مال آهنگی که مال امام رضا علیه السلام هستش، کی خوندی شما اینو؟ اونو من هولوش 2 سال پیش کار کردم، ولی 1 سال پیش اومد بیرون. خیلی چیز اثرگذاری هست، اون خیلی مال امام رضا هم هستش. البته برکت هم که داره دیگه، نام امام رضا خودش برکت داره. خودش برکت داره. حالا اگر بتونیم ویدیوشو، برای ویدیوش هم آج آقا ما یه فکری کردیم که همه فکر میکنن که امام رضا فقط مال آدمای مذهبی، در صورتی که ما میخوایم جوری نشون بدیم که امام رضا برای، یعنی واقعیت امام رضا برای همه ایرانه. به خاطر همین ما فکر کردیم که یه ویدیویی رو به احتمال زیاد اگر قبل از انتخابات، مثلا 3-4 ماه قبل از انتخابات، این خواننده این آهنگ رو میخوند و همین آرایش رو داشت و اینها، شلاق هم نوش جان میکرد. و اجازه بدید تا بریم به سراغ مهمان عزیز اولمون، یک ویدیو دیگه هم براتون پخش بکنم در مورد آقای روحانی. شعر سرودن که آقای روحانی آخر هفته روحانی باید بره و غیره و غیره. اینم با هم نگاه بکنیم ببینید چه شوی جالبی در ایران راه انداختن برای انتخابات. اینم با هم نگاه میکنیم، بعد میریم به سراغ مهمان نخست این برنامه. اجازه بدید تا قبل از اینکه باز برم به سراغ مهمان عزیزم،
یک تیکه از برنامه تلویزیونی و شو تلویزیونی این دوستان رو که داشتن به همدیگر رو لو میدادن به ویژه در مورد اختلاس براتون پخش بکنم که فکر نکنیم که ما آقای رئیسی رو پخش کردیم و بعدم گفتیم آخر هفته روحانی رفته، احتمالا خدایی نکرده از روحانی طرفداری نمی کنیم یا اینکه احتمالا از اون یکی طرفداری میکنیم. از نظر ما اصلا نباید کسی رأی بده، برای اینکه همه مثل همن و با مهمان عزیزمون صحبت خواهیم کرد، ولی این قسمت رو هم بذارین نگاه بکنیم که ببینید که چگونه همدیگر رو لو میدن و مجرم اصلی در اختلاس‌های بزرگ کیه؟ با هم نگاه میکنیم. رئیسی شما اگه با فساد مخالفی تو پرونده 12,000 میلیاردی که یه ورش اون قاضی بود که میلیاردها تخلف کرده بود و عزل شد، یه ورش اون همکار شما در اون جای محترم بود که الان فرار کرده، یه ورش اون مقام دولتی بود که الان تو ستاد شماست، چرا اگر واقعا با فساد شما مخالفی، چرا فساد روشن پرونده ای که شما ازش مطلع هستی، چرا از اونها استفاده میکنی؟ من نمیخواستم اینا رو بگم. اما ماجرایی که دیروز حسن روحانی به اشاره کرد دقیقاً چه بود؟ اطلاعات به دست آمده از ستاد رئیسی نشان می‌دهد فردی که دیروز حسن روحانی به او اشاره کرد رستم آقاخان نام دارد. وی که از نزدیکان دولت سابق محسوب می‌شود، پیش از پرونده 12,000 میلیاردی در سال 1386 نیز توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجرم شناخته شد و دارای پرونده قضایی است. بررسی پرونده این مفسد کلان اقتصادی نشان می‌دهد که وی با تأسیس یک شرکت بزرگ، شرکت بهزیست بنیاد، تحت پوشش امور خیریه اقدام به قاچاق کالا می کرده است. این گزارش با مدیریت محمد رضا قلی‌زاده شیروان، سید رستم سید آقاخان و امیر قیصرزاده رسماً متهمند که با اخذ وکالت از سازمان بهزیستی کشور انواع کالا را با عنوان کمک به محرومین و مددجویان بهزیستی و با معافیت 100% از پرداخت عوارض گمرکی وارد کشور می کرده است. شرکت یاد شده در سال 1393 تصمیم به صادرات 15,000 تن ضایعات نفتی داشت که با احراز جرایم قبلی شرکت این محموله در گمرک جلفا توقیف شده و به دلیل مشکوک بودن به قاچاق سوخت در مراحل نمونه برداری است. وی از شرکای پنهان بابک زنجانی است که در پرونده فروش نفت کمتر نامی از او برده می شود و می توان به وی لقب مرد در سایه پرونده فساد نفتی در دوران محمود احمدی نژاد نام. بله، فساد که در همه جا بوده، حالا خودشون رو لو میدن. آقای بهرام بهرامیان میهمان عزیز نخست من هستن و امیدواریم مهمان بعدی هم که در پاریس هستن بتونیم باشون ارتباط برقرار بکنیم و اجازه بدید که نخست با آقای بهرام بهرامیان صحبت بکنیم. آقای بهرامیان عزیز، بسیار خوش آمدید به برنامه ویژه این هفته، برنامه‌ای که تا یکی دو روز دیگه تکلیف شو این انتخابات ایران معلوم میشه و بالاخره میدونیم که کدام یک از این کسانی که نمایش انتخابات رو راه انداختن موفق میشن. ممنونم از اینکه در برنامه ما هستید. با درود بر شما و کلیه کارکنان اندیشه و بینندگان عزیز ایران. ممنونم ازتون. نگاه کردین به بعضی از این ویدیوهایی که پخش کردیم در مورد این کاندیداهایی که با هم دیگه دارن رقابت میکنن و شوهایی که راه انداختن در ایران، موسیقی که حرام بوده و این دی جی ها و این کسانی که رپ میخوندن، کسانی که اصلا تو رادیو تلویزیون راه ندارن و ولی حالا چقدر فعال شدن برای این، و آقای رئیسی که خودش یک معممه چقدر داره با موسیقی و این حرف ها داره فعالیت میکنه، بلکه رأی بیاره. نمیدونم واقعا رأی آوردن مطرحه یا اینکه این نمایش باید یک نمایشی بشه که به دنیا بگن که ما یک انتخابات آزاد راه انداختیم. در این باره چی بفرمید آقای بهرامیان؟ جناب کاردان، خیمشب بازی جالبیه. هر 4 سال یک بار یک خیمشب بازی راه میندازن، مردم میزنن، مشغولشون بکنن.
قبل از انتخابات هم اینجوری خود دیدید. بله یه کمی میذارن چادر چی میگم روتری خانم‌ها بره کنار و یه کمی آزادی‌های نسبی ظاهری میدن، بعد از انتخابات دوباره کارشون رو شروع میکنن. حالا بعض وقت مجالس عروسی رو نمیدونم نامزدی غیره رو یه کمی شروع میکنن، یه بعد فرتش میکنن. این مسائل بازیه. ببینید اصل اینه که تمام این خیمشب بازی ها رو برای چی راه میندازن. این رژیم با ارهاب اومده سر کار، با خشونت اومده سر کار، با رأی مردم نیومده سر کار. لذا این 38 سال سعیش رو بر این بوده و هست که خودشون رو نگه دارن. حالا اینها رو قدرت نیومدن به صلاح بر مسئله قدرت بشینن و از تواناییشون نیست، بلکه از عدم توانایی اپوزیشن ملت. ببینید خلأ سیاسی وجود داره، در این خلأ سیاسی هر کسی میتونه نمایش بده، هر کسی میتونه خیمشب بازی در بیاره که اینها دارن در میاره. ما باید به خودمون بیایم، ملت باید به خودش بیا، دست به دست هم دیگه بده، در همصدایی و همگرایی و همگامی در یک نافرمانی وسیع در سطح کشور بتونه اینها رو پایین بکشه. اینه مسئله. ممنونم. فکر میکنید که در این نمایش انتخابات که داره انجام میشه در بین این دو کاندیدی که کاندیدهایی که خودشون گذاشتن یعنی روحانی و رئیسی بالاخره کدامشون موفق میشه؟ خیلی ها دارن پیش بینی میکنن، اما به هر حال خیال میکنم که خود آقای خامنه ای حرف اول رو میزنه و تکلیفش رو ایشون معلوم کرده. شما نظرتون در مورد این دو کاندیدا چیه؟ جناب کاردون ببینید اینا هیچکون از نظر من فرق نمیکنه، هیچکون فرق سگ زرد برادر شوالی. یک مسئله اینه که مردمی که میخوان رأی بدن ببینن آیا اون شرایطی که لازمه برای یه انتخابات آزاد وجود داره یا نداره. اولین قدمش اینه که در چنین شرایطی که ممکنیم اگر احزاب آزاد باشن بتونن برنامه هاشون به ملت ارائه بدن، شما حق رأی میتونید انتخاب کنید یکی از اون برنامه نداره. دومی که میبایستی مطبوعات آزاد باشن، رسانه ها آزاد باشن، اخبار رو به مردم برسونن، مردم بتونن فکر کنن و رأی بدن، اون رو هم نده. روش رو سوم، ما زندانی سیاسی نباید داشته باشیم که داریم. اگر این شرایط در ایران وجود داره ملت میتونه بره رأی بده، ولی اگر وجود نداره به کی داره رأی میده؟ خودتون فرمود در پشت صحنه خامنه ای هست و رامای قوه قضاییه و قوه سرکوبگر و غیره و سپاه. این جلو حالا چه روحانی باشه که هر سگ و شغال دیگه باشه فرق نمی کنه، اینا قدرت نداره، اینا اختیاری نداره، مسئولیتی نداره. مردم باید آدم مسئول رای بدن. ما آدم مسئول نداریم در اون کسی، حتی خود خامنه ای هم مسئول نیست. شما به چی دارید رای میدید؟ اینه مسئله. مردم باید براشون روشن بشه. ممنونم. ضمن تایید صحبتهایی که شما کردید، امروز آقای روحانی یک در مشهد صحبتهایی کردن و در صحبتهایی که کردن ایراد گرفتن به سپاه، قوه قضاییه و صدا و سیما. در نطقشون به شدت به این سه تا حمله کردن، گفتن که اینها خودشون هر کاری که دلشون بخواد انجام دادن، از جمله صدا و سیما، تلویزیون دولتی. من واقعا در حیرتم که ایشان 4 سال رئیس جمهور بودن و در این 4 سال نفهمیدن که سپاه، قوه قضاییه و صدا و سیما اصلا به حرف ایشون گوش نمی کنه و ساز خودش رو میزنه. ایشان رئیس جمهور بودن و حالا برای اینکه 2 مرتبه انتخاب بشن دارن حمله میکنن به این جاهایی که مردم بهش حساسیت دارن، بگن سپاه اصلا به حرف من گوش نکرده، من نمیدونم پس چگونه رئیس جمهوری هستن، قوه قضاییه هر کاری که دلش خواسته کرده، یعنی هر کسی رو خواسته اعدام کرده و هر حکمی رو که میل داشته اجرا کرده، و صدا و سیما تلویزیون و رادیوی جمهوری اسلامی
اصلاً به حرف رئیس جمهور گوش نکردن و هر چی رو که دلشون خواسته سانسور کردن، هر کاری که خواستن. حالا ایشان گیرم که دو مرتبه انتخاب بشه، بالاخره باز همینا به حرفش گوش نمیدونن. تکلیف چیه آقای ربانی عزیز، آقای بهرامیان؟ جناب ببینید، از زمان خاتمی مگه سر نبریدن؟ مگه اون قرارو رو انجام ندادن؟ بله. ایشون که من اختیاری ندارم، یادتونه؟ بله. زمان آقای روحانی، خود روحانی مگه مسئول اون قرارهای دانشجوان نبود؟ ایشون رو آوردنش سر کار، صحبتهای قشنگی هم کرد، ملت هم حالا دانسته یا ندانسته پیش رأی دادن. درست شد؟ بله. همه اطلاعات رو خودشون میدونن، خودشون در سرکوبگری شریک بودند و هستن و خواهند. بعد از انتخابات هم میبینید همون روند دو مرتبه ادامه پیدا خواهد کرد. لذا فرقی نمی کنه، اینها فقط برای فریب دادن ملت قبل از انتخابات یه صحبت هایی میکنن، فقط و فقط و فقط هدفشون فریب دادن مردم. حتی تظاهرات خیابونی را میندازن. ببینید مردم میخوان بکشن به خیابون، چوبشون بزنن، بعد پس فردا معیوسش میکنن، برشون گردن به خونه هاشون. همین نقشه ها، همین برنامه ها رو دارن. ولی همین قبلا عرض کردم، متاسفانه ملته که میبایستی دست به دست هم بده در یک همیاری و همگامی ملی در سطح وسیع بیاد به میدون. اینها خلأ سیاسی است که دارن پر میکنن، نه از قدرتشون، نه از تواناییشون. توانایی در اختیار ملته، ولی متاسفانه ملت الان پراکنده است. این مسئله. و نکته جالب دیگه اینه که آقای خامنه‌ای در نطقی که داشتن گفتن حرفایی را که زده شد شایسته ملت ایران نبود. یعنی گفتن حرفایی را که این کاندیداها زدن و همدیگر رو لو دادن. بیشتر از همه فکر میکنم اون آقای قالیباف آمده بود که بر ضد روحانی یک حرفایی رو بزنه و بعد به خاطر آقای رئیسی کنار گیری کنه. و اما در مجموع ایشان هم لو داد بسیاری از مسائل رو. نقش قالیباف در این باره چی بود؟ جناب کاظمی‌ها همشون لو رفته هستن، از خامنه‌ای گرفته پسرش رفسنجانی تالا رفته و پسرانش و همشون، اینا همه لو رفته هستن، نیازی نیست این کار رو انجام بدن. ولی می‌فرض کرد یه خیلی شب بازی است، ملت ببخشید گور بزنن، بکشنشون وسط میدون و بعد چوبشون بزن، هیچ چیز دیگه نیست. خب بله، اجازه بدید که یکی از صحبتهایی که بین کاندیداها در برنامه تلویزیونیشون خیلی مطرح میشد، خانه های اعضای کابینه آقای روحانی بود که اینا قیمتش چقدره. برای اینکه گویا بسیارشون، یعنی تقریبا همشون در اختلاس‌های نجومی شریکن. برخورد کردم با یک ویدیویی که قیمت خانه‌های اعضای کابینه آقای روحانی رو اعلام کردن. خوشبختانه این روزها با وسایل ارتباط جمعی، با فیسبوک و توییتر و بسیاری از وسایل دیگه که دست مردم هست، خیلی ساده روی تلفنشون دیگه کسی نمیتونه بهشون دروغ بگه. دیگه نمیشه آنچنان که خودشون فکر میکردن میتونن مردم رو فریب بدن. وقتی که مردم تلفن‌ها دستشونه، از تظاهرات، از صحبت‌های مردم تصویر میگیرن، برای ما میفرستن، برای دنیا میفرستن. و این جمهوری اسلامی نمیتونه بسیاری از مسائل رو مخفی کنه. اجازه بدید با حضور شما بریم نگاه بکنیم به ویدیویی از قیمت خانه‌های اعضای کابینه آقای روحانی، با هم نگاه میکنیم. Thank you.
املاک نجومی و قیمتهاش رو دیدید. این بله، این کسانی هستند که وقتی که آمدن گفتن که ما آمدیم نمایندگان قشر فقیر مردم هستیم و آمدیم برای نجات مردم. روز به روز فقر اضافه میشه و ثروت این آقایان و خانم‌ها بالاتر میره. آقای بهرامیان عزیز، ممنونم از این که شرکت کردین. اجازه بدید به اطلاع بینندگانمون برسونم که شما در تلویزیون اندیشه در مورد انتخابات برنامه ویژه‌ای داشتید و دارید و فردا یکی دیگرش پخش میشه و بسیار ممنونم از این که در این به قول آخوندها در این برهه از زمان شما هم با تلویزیون اندیشه همراهی کردید. میخوام تشکر کنم از حضورتون و چون مهمان دیگه ای دارم ازتون خداحافظی کنم، بدرود بگم و ممنونم از این که همکاری میکنید با تلویزیون اندیشه. وظیفه من. خواهش میکنم. خب میریم به پیام های بازرگانی نگاه میکنیم و برمیگردیم، با شما هستیم و مهمان بعدی برنامه، با ما باشید. برنامه اندیشه با دوستان رو تماشا میکنید. در مدتی که آگهی ها پخش میشد و با مهمان نخستم صحبت میکردم نزدیک 24 تا تکست داشتم که بیشترش از ایران بود و مطالبی رو در مورد انتخابات میگفتن که بسیار جالب بود. البته بعد از اینکه با مهمان دومم صحبت کردم سعی میکنم تلفن ها رو هم روی صفحه بگذاریم که بتونیم اگر دوستانمون به ویژه از ایران، ایرانی که این روزها همه چشم دوختن به انتخابات، کسانی بخوان با ما تماس بگیرن با کمال میل در اختیارشون هستن. مهمان بعدی من آقای رضا مهربانی از پاریس هستند. آقای مهربانی عزیز به برنامه خوش آمدید. درود بر شما جناب کاردان، همچنین به تمام هممیهنان ایرانیمون در سرتاسر این عرصه پهناور، دستاندرکاران تلویزیون اندیشه، بسیار سپاسگزارم از مهر و محبتتون و دعوت دوبارتون، خصوصا در این بحبوحهی که این گذر زمان حساسی که داریم میگذریم میتونیم شاید با یک در واقع هماندیشی و همازوری از این دریای طوفانی بگذریم. خب یادمه که در چند هفته پیش که محبت کرده بودین مهمان برنامه ما بودین، راجع به انتخابات فرانسه صحبت میکردیم. شما از طرفدار اون خانم بودین که خانم لوپز تا اونجایی که یادمه و دفاع کردین، اما متاسفانه مثل این که شما پیروز نشدین. حالا ببینم عقیدتون راجع به این انتخابات. البته انتخابات ایران مثل انتخابات فرانسه نیست. در فرانسه مثل این که واقعا مردم رفتن رأی دادن و مردم انتخاب کردن. در مورد ایران نظرتون چیه؟ خواهش میکنم. اشاره به جایی داشتید. بله، بانو لوپن شوربختانه برنده نشدن در این در واقع انتخاباتی که بود و جناب مکرون برنده شدن. کاملا درسته. یکی از مسائل سیاسی این هستش که زمانی که میبازیم محترمانه میبازیم و اجازه میدیم طرف کارشو بکنه، اما فراموش نکنیم که در واقع انتخابات پارلمان در فرانسه بسیار حائز اهمیت هست که اون در واقع بالانس قدرت رو میتونه تأمین بکنه و تایید بکنه. در رابطه با فرانسه، خب اینجا یک کشور دموکراتی هست که نهایتاً آرا شمرده میشه، یک سری قوانینی وجود داره، دموکراسی حاکم هستش اینجا، یعنی در واقع ساختار دموکراسی وجود داره. وقتی که ساختار دموکراسی وجود داره با تمام شاخصه هاش، وقتی که زمانی که مردمان میرن به پای صندوق رأی
مشخصا آراشون هم شمرده میشه و صداشون شنیده میشه. بیایم همین خیلی موضوع جالبی بود که شما اتفاقا مثال زدید، بیایم همین رو با ایران خودمون مطابقت بکنیم. ببینیم اصلا در ایران ما ساختاری به نام دموکراسی وجود داره که در اون ساختار مردمان برن به پای صندوق رأی و آراشون شمرده بشه، صداشون شنیده بشه؟ آیا به راستی چنین هست جمهوری اشغالگر اسلامی؟ با یک نگاه در واقع منطقی و باز بر مبنای تمام این معیارهای یک جامعه مدنی، یک جامعه امروز مدنی و یک دموکراسی، وقتی نگاه میکنیم به جمهوری اشغالگر اسلامی میبینیم که اصلا درش دموکراسی وجود نداره، ساختاری از دموکراسی وجود نداره که بخواد آرای شمرده بشه و یا دیده بشه. خصوصا به تازگی من یک سری مسائل رو در سطح رسانه ها شاهدش بودم، البته از سمت رسانه های جمهوری اشغالگر اسلامی، که اینها به اصطلاح روشن فکران جمهوری اشغالگر اسلامی میومدن میگفتن تنها چیزی که برای ما مونده از دموکراسی همین رأی دادنه. ببینید با چه فریب و نیرنگی این بیشرمان میخوان مردم رو بکشونن به پای صندوق رأی. یکی نیست از اینها پرسش بکنه که اصلا ما دموکراسی داریم که بخوایم رأیمون هم اهمیت داشته باشه؟ مگر دموکراسی رو با صندوق رأی میسازن؟ ساختار دموکراسی میبایست نخود ساخته بشه که در اون ساختار دموکراسی آرا محترم شمرده بشه. بنابراین با این هیلگری ها و فریب ها میخوان مردم رو به پای صندوق رأی بکشونن. اما یک نکته بسیار مشخصی در اینجا وجود داره. زمانی که ما از شعار دادن خارج بشیم، شعاری مسائل رو نگاه نکنیم، وقتی ساختار خود جمهوری اشغالگر اسلامی رو نگاه میکنید، من کوتاه بگم جناب کارنان، در این ساختار قانون اساسی خود جمهوری اشغالگر اسلامی وقتی که نهادی وجود داره به نام رهبریت ولایت فقیه که اون رهبریت وصل هستش به ماوراءطبیعه، حتی بهش وحی میشه، شما هیچ جای خود قانون اسلام رو نمیتونید ببینید که بجز پیامبر به کسی دیگه وحی ناظر شده باشه. یعنی به امامان کسی وحی ناظر نکرده، به خلیفه ها کسی وحی ناظر نکرده. اما اینها اومدن در ساختار قانون اساسی این ولی فقیه که میگن ارتباط داره با یک متافیزیکی ماوراءطبیعی میتونه حتی بهش وحی بشه. وقتی ما اینو در قانون اساسی جمهوری اشغالگر اسلامی داریم، چه توقعی میتونیم داشته باشیم که مردم برن و طبق یک خواسته‌ای که خواسته به حقشون هم هست رأی بدن، انتخابی بکنن و اون خواسته انجام بشه؟ به چه دلیل نمیتونه انجام بشه؟ به دلیل اینکه در همون ساختار قانون اساسی جمهوری اشغالگر اسلامی ما نهاد دیگه‌ای داریم به اسم شورای مصلحت نظام، و همون گونه هم که از اسمش مشخص برای مصلحت نظام اینها همه کاری میتونن بکنن. حتی قوانین جمهوری اشغالگر اسلامی، قوانینی که خودشون پایه‌گذاری کردن رو میتونن تغییر بدن، میتونن نادیده بگیرن و میتونن به گونه دیگه عمل بکنن. همون گونه که از اسمش مشخص است، از نامش مشخص است، در واقع اینها برای مصلحت و نگهداری نظام حرکت میکنن. باز ما یک نهاد دیگه ای داریم در کنار همینا که شورای نگهبان است. شورای نگهبان کارش چی است؟ شورای نگهبان بجز این که رهبری رو تایید میکنه، انتخاب میکنه، حالا اینجا رو داشته باشید که رهبری هم اعضای شورای نگهبان رو انتخاب میکنه. ببینید چه جوری در واقع این زنجیر به هم دیگه پیوسته است و میچرخه در قالب دیکتاتوری جمهوری اشغالگر اسلامی. اون شورای نگهبان میبایست یک عده ای که رفتن خودشون رو کاندید کردن از فیلترهای مختلف رد بکنه. اون اشخاص چه کسانی میتونن باشن؟ آیا جناب کارنام بنده و شما میتونیم بریم در این ساختار و تایید بشیم و طبق دلخواه خودمون کار بکنیم؟ به راستی و درستی چنین نیست. بنابراین این اشخاص وقتی هم که تازه از تمام فیلترها رد میشن میان بالا، شیش جلاد جلوی شما میذارن، شیش آدمکش جلوی شما میذارن، شیش غارتگر جلوی شما میذارن، میگن از بین این غارتگران اونیو میخوای که با پنبه سر میبره
یا اونیو میخوای که با تناب سر میبره، یا اونیو میخوای که با شمشیر سر میبره، یا اونیو میخوای که با گلوله میزنه تو سرت. ببینید انتخاب شما بین یک سری قاتلان و سربران هست که همشان سربر هستن. آیا به راستی و درستی اصلا ساختاری از دموکراسی وجود داره که تنها چیزی که برای ما مونده باشه از دموکراسی رأی دادن باشه و اینو بخوایم نگه بداریم؟ بنابراین با یک نگاه منطقی خارج و فارغ از تمام شعارهای مردباد و زندباد و مخالف و موافق، زمانی که نگاه میکنیم به این لجیسلاتیو، به این ساختار قانونی جمهوری اشغالگر اسلامی، میبینیم هیچ چیزی از دموکراسی درش رعایت نمیشه. بنابراین نه انتخاب مردم و نه آرای مردم شمرده خواهد شد و نه دیده خواهد شد و نه صدای مردم شنیده خواهد شد. پس چرا جمهوری اشغالگر اسلامی اینقدر تبلیغ میکنه که مردم رو به پای صندوق رأی بکشونه؟ این پرسش بزرگی هست که میبایست جامعه با یک شفافیت، با یک دلیل و منطق و با یک نگاه باز و هوشمندانه بهش نگاه بکنه. جناب کارمند، ممنونم از مطالبی که فرمودید. در مدتی که صحبت میکردین چند تا تکس جالب داشتم، از جمله یک خانمی تکس کردن گفتن که ما از این بازی انتخابات بسیار راضی هستیم و بسیار خوشحالیم، چون در همین مدت هر لباسی رو که بخوایم تنمون میکنیم، هر آرایشی رو که بخوایم انجام میدیم و کسی به ما کار نداره و امیدواریم هر روز انتخابات باشه برای اینکه ما بتونیم آزاد باشیم. در این باره چه میفرمایید؟ من امیدوار هستم که هممیهنانمون به جایی برسن که بتونن سرنوشت خودشونو به دست بگیرن و 366 روز در سال آزاد باشن، نه فقط یک ماه، یک هفته، دو روز در سال، در هر پنج سال، در سال هم نه، در هر پنج سال. بنابراین این یک راه مناسبی نیستش. مناسب ترین راه چنین است که ما رو پای صندوق‌های رأی نرویم، خیابون‌ها رو خلوت بکنیم و هیچ مشروعیتی رو به این نظام ندهیم، به دلیل اینکه همون جوری که براتون عنوان کردم طبق این ساختار هیچ دموکراسی وجود نداره که صدای کسی در واقع شنیده بشه. یک موضوعی باید بهش توجه بکنیم. چرا جمهوری که اشغالگر اسلامی اینقدر تلاش میکنه، اینقدر تبلیغ میکنه که مردم برن پای صندوق‌های رأی و میخواد یک ظاهری از دموکراسی رو به جهانیان نشون میده؟ این فقط و فقط برای مشروعیت خودش در نزد جوامع بین المللی هست، در نزد جوامع و سیاست‌های جهانی هست. به چه دلیل این کارو میکنه؟ یک نکته رو بهش توجه داشته باشید. کشورهای دموکرات جهان، ببینید سیاستمدارا میدونن قضیه چی هستش. صحبت اذهان عمومی هست، صحبت رسانه‌ها هست، صحبت اون اوتپوتی هستش که در رسانه‌ها و روزنامه‌ها و محافل‌های مختلف دانشگاهی و مسائل دیگه میاد بیرون. اون انعکاس هستش که بسیار حائز اهمیت هست. وگرنه ما که میدونی سیاستمداران، برای مثال آمریکا با جمهوری اشغالگر اسلامی همگام و همزاد بودن، چه باشهایی بهش ندادن، سال 88 هم پشت کردن به مردم ایران. اینها رو بنابراین سیاستمدارها میدونن. مهمش اون اذهان عمومی هستن که اون اذهان عمومی رو به گونه‌ای بخوان فریب بدن که این کشوری به نام ایران با این ملایان یک کشور دموکرات هست و اون در واقع نشانه اصلی دموکراسی اون صندوق‌های رأی هست که مردم میرن و انتخابی رو میکنن و جمع در واقع آماری این صندوق‌ها و این مردم‌ها که میروند به پای صندوق رأی مشروعیت یک سیستم رو به عنوان دموکرات بودنش به جهانیان نشون میده. این فریب بزرگی هست که جمهوری اشغالگر اسلامی داره میکنه و به این واسطه میتونه کشورهای استعماری قراردادها رو ببندن، قراردادهای میلیاردی، ایران رو غارت بکنن و آخوندها هم جنایت بکنن و کماکان این دوزیگرگی ها ادامه پیدا کنه. صحبتی که جدیداً باز شنیدم این هستش که ای داد بیداد، ای داد ای هوار، بروید رأی بدهید که رئیسی نیاید. اگر رئیسی بیاید یا قالیباف بیاید، سپاه پاسداران آماده هست. مردمان،
ملت بزرگ ایران، سپاه پاسداران تمام ایران به دستش هست. با آمدن رئیسی و نیامدن رئیسی، با آمدن روحانی و نیامدن روحانی چیزی تغییر نمیکنه. مملکت دست سپاه هست و فراتر از اون مملکت دست در اشغال شوروی هم هست، در اشغال روسیه هم هستش. بنابراین هیچ تغییری وجود نداره. چه چیزی خوب بوده که قرار امروز بدتر بشه، یا یه چه چیزی بدتر بوده که قرار امروز بهتر بشه؟ هیچ تفاوتی وجود نداره، مگر همین آقای روحانی با فریب و نگرنگ و با اون دولت ظریف و امیدش. مگر نرفتن این قراردادها رو فرجام و برجام و همه این داستانها رو درست کردن که مردم راحت تر بشن؟ چه تأثیری کرد؟ چه چیزی به وجود آمد؟ فقط جنایت ها بیشتر شد، فقط کشتارها بیشتر شد، فقط غارت ها بیشتر شد، حتی اعدام ها هم که از زمان احمدی نژاد بیشتر شد. بنابراین چپ و راست در ایران وجود نداره، یک چیز وجود داره و اون هم جمهوری اشغالگر اسلامی، ساختارش، قانون ننگین اساسی که درش ولایت فقیه و و و و و, 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 و تمام مسائل اسلامی و دینی وجود داره. یک نکته ای رو باید بهش توجه بکنیم، در یک حکومت و حاکمیت اسلامی به هیچ عنوان شخصی رو به عنوان یک شهروند نمیشناسن که برایش حقی قائل باشن، به دلیل اینکه در اندیشه دینی در تمام ادیان چنین بوده. حال شاید عده‌ای بپرسن که خب امروز نخیر، جهانبینی مسیحیت این چنین نیست، یا جهانبینی فلان این چنین نیست. اینها تغییر کردن، رنسانس خودشون رو گذروندن، ولی در جهان اسلام همچنان چنین هستش. حتی برای اونها هم شما میتونید برگردید به قرون وسطا رو نگاه کنید، به دوره‌های گذشته رو نگاه کنید و ببینید چه بلاهایی به سر مردم آوردن. در چنین ساختاری که دین قدرت رو در دستش میگیره، اصلا جامعه رو نمیشناسه، شهروند نمیشناسه. اینها موجوداتی هستند در اندیشه دین فروشان و دینگرایان، اینها موجوداتی هستند که یک چیزی به نام خدا اینها رو آفریده و آیندهش هم براش پیشبینی کرده و پیشابیش نوشته. بنابراین این شخص، این موجود نمیتونه دارای هوش کامل و اون توانایی ها باشه که بخواد اختیاری از خودش داشته باشه. بنابراین در چنین سیستمی انسان هنوز روحانی هست و در چنین سیستمی هستش که عده‌ای میرن اون روحانیت رو در واقع میخونن در دانشگاه‌های خودشون، در مراکز علمی خودشون، و نام عالم روحانی هم به خودشون میذارن که بیان بقیه مردم رو آگاه بکنن از اون علم ماورا و طبیعی که نمیدونیم حالا هست یا نیست. به هر صورت میرن اینها رو میخونن که آگاه کنن دیگرانو. این عده‌ای که میرن اون در واقع مسائل دینی رو میخونن برتر هستن در جامعه از دیگران و میبایست جامعه رو راهنمایی کنن، هدایت کنن تا جامعه به صلاح برسونه. چرا چنین فکر میکنن؟ به دلیلی که در چنین ساختار اندیشه دینی این موجود یک انسان روحانی هست. زمانی انسان زمینی میشه که دارای حقوق شهروندی میشه که این انسان بتونه از این مسائل دینی بگذره و متوجه بشه که من یک انسان هستم دارای یک عقل و اندیشه و دارای یک اختیار که میتونم راه خودم رو پیش ببرم، میتونم آینده خودم رو بسازم و دارای اون حرکتها و اختیارات لازم در جامعه، در اندیشه و در کسب و کار و اقتصاد و خانواده و همه چی هستم. اون زمان انسان زمینی شده. زمانی که انسان رو چنین بشناسن حاکمان، مجبور هستن برای این، چون این انسان دیگه خدایی به وجودش نیورده که آیندهش هم پیشا پیش نوشته شده براش نوشته شده باشه و تعیین کرده، مجبور هستن حق براش قائل بشن، مجبور هستن به عنوان شهروند تازه به حسابش بیارن. ببینید حتی این دروغ حقوق شهروندی که این ملایان میکنن، حتی در باورهای اندیشه و فلسفی دینی خودشون به این حقوق شهروندی باور ندارن که بخوان اجراش بکنن. اینها همه برای فریب مردمانی هست که شوربختانه هر مدتی، هر چرازگاهی یک هیجانی به وجود میآورن و مردمان رو به پای صندوق رأی میکشن که برای خودشون مشروعیتی تعیین بکنن که همون قدرت ها و همون چپاول ها و همون مشکلات و جنایت ها ادامه داشته باشه. این هم میهنمون که چنین اشاره کردن که ما
در این مدت اجازه بدیم حداقل ما هر جوری که دلمون میخواد بپوشیم و بنوشیم و بچرخیم و بگردیم، ما میبایست یک بار برای همیشه از این صد و از این مشکل خروج کنیم و بگذاریم تا بتونیم آینده‌ای که شایسته و بایسته کشور ایران و ملت بزرگ ایران هست رو فراهم بکنیم و به پیش ببریم و برای این کار کمترین هزینه‌ای که مردم ایران، مردم بزرگ ایران، ملت بزرگ ایران به عنوان نافرمانی متنی میتونن به کار ببرن این هستش که نروند به پای صندوق‌های رأی و اون روز خیابون‌ها رو خلوت بکنن. یک چند نکته دیگه هم بگم جناب کاردان، یک سری کارزارهایی رو در واقع راه افتاده که دو کارزار بسیار مهم که بسیار هم در درون مرز و در فضای مجازی این پیش رفت، یکی همین کارزار من رأی نمیدهم هستش که جنبش رنسانس ایرانی و سازمانهای همپیمان و مؤتلف اون رو انجام دادن. من یک کلیپی برای شما فرستادم که امیدوارم که بتونید این کلیپ رو پخش بکنید. کارزارهای دیگه ای هم هستن که همه اینها دارن تشویق میکنن که مردم رو نرن رأی بدن. مسئله دیگه که اینجا هستش اینه که روز آدینه هممیهنان مبارزی در ترکیه میروند در جلوی سفارت و اعتراض میکنن به اون صندوق در واقع ننگین رأیگیری که بردن اونجا برای فریب مردمان بگذارن، به اون اعتراض خواهند کرد. اگر کسی در ترکیه در استانبول هست میتونه آدینه بره اونجا و در این گرد همایی و تجمع اعتراض به انتخابات نمایشی در واقع اعتراض خودش رو نشون بده. ممنونم. کلیپ خواهش میکنم. ببخشید. ممنونم لطف و محبتتون. تعداد زیادی تکست داشتم. خطوطمون هم اشغال هست. اجازه بدید که از تکس ها رو بخونم. نوشتن وقتی به اسب های توانا اجازه داده نشه وارد میدان مسابقه شوند، هر الاغی به آخر خط میرسه. و نظر یک دوستمون از میشیگان بود و همینطور به یکی از خطوط جواب میدیم و بعد بقیه تکس ها رو با همدیگه نگاه میکنیم ببینیم چیه. بفرمایید. خواهش میکنم. سلام، وقتتون بخیر. خواهش میکنم. در مورد صحبت های جناب ارنان قوانین که گفتن که اینها یه سری قوانین الهی رو براشون در نظر گرفتن برای همین حقوق شهروندی رو قبول ندارن، و باید بگم که اینها اصلا همون ما رو قبول ندارن. اینها میگن که خب این کار بده بعد درش فتوا درست میکنن، میگن این حرام این حرام این حرام، میشه قوانین خودشون. خب اگر اینطوری باشه به قول شما خوب اول برنامه‌تون هم گفتی اومدم دیدم این چه این مذهب حرامه، نمیدونم بزن و برخ تو چکون دادن حرامه، به تطور بده حرامه سوسیالیست های دونکا. خب الان که رئیسی همه اینا هم زیر پا گذاشته، اینا از نظر خودشون هدف وسیله رو توجیه میکنه، یعنی برای رسیدن به اهداف طلب خودشون میان از هر وسیله استفاده میکنن. پس اینا حتی همون قوانین الهی هم که ادعا میکنن قبول ندارن، اصلا فقط میخوان به مقاصد خودشون برسن. و همینجورم که در جناب مهربانی گفتم، بله این فقط یک کشمکش بین خودشونه که کدوم یکی قدرت بیشتر از این رو در دست بگیره. حالا مثلا اگر الان قدرت سپاه 80% دیگه در موقع رئیسی 100% بشه، وگر نه هیچ کدوم دلشون برای این ملت بیچاره اصلا نسوخته که بخوان رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم بکنن. ممنونم علیسین. به اجازه بدید به یه خط دیگه هم گوش بکنیم، بعد با شما صحبت بسیار دارم. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. جناب آقای کاردان گرامی، درود بر شما. بفرمایید. دو مطلب بسیار مهم رو میخواهم مطرح کنم. بفرمایید. نخست اینکه بهتون میخوام متوجه کنم در حدود 100 سالگی زندگی هستم. اگر چرا این را گفتم، به خاطر اینکه اگر نتونم پنجره که دارم در این سن سال سخن رو بهتر بگم منو ببخشید. بفرمایید. فقط لطف کنیم کوتاه‌تر، برای اینکه خطوطمون همه اشغال مهمان عزیز. خیلی مهم. بفرمایید. کوتاه بفرمایید. ارزش این دارد که شما گوش کنید. من گوش میکنم ولی هر وقت منتظر بودم این موقعیتی به من
پیدا بشه به خصوص در برنامه شما. بفرمایید، خواهش میکنم. اون چی که مهمانتون و همه ایرانی های با انصاف و با شرف و شما از آن دارید، جمهوری اسلامی در کشتار مظلومان هیچ احساسی به خرج نمیده، من جمله این 40-50 نفری که در زهر زمین از بین رفتن. بله، موضوع کهنه شد، دیگر هیچ کس به فکر خانواده های او نیستن و دولت هم نبودن. من در این فکرم چگونه اون وقتی که بودن این کارگرا این 600-700 هزار دلار که می گرفتن به جایی نمی رسیدن، اونو خوش نداشتن. الان زن و بچه او چه می کنن؟ از شما می خواهم آقای کاردار یک کاری غیر از این حرفایی که الان معموله اصلا اثرم نداره انجام بدید. بفرمید، خواهش میکنم، سریع لطفا. طول حیاتت که در طول حیاتت هر کاری کردی این مهمتره. اون اینه، صاحب تلویزیون مرد بسیار مخیریه، انتظار نیست که ایشون محبتی بکنن و این همه خرجی که کردن من به ایشون استدعا کنم که تحمیلی بشه. شما یک حسابی باز کنید از ملت ایرانی که انسانن بخواهید. هر نفری از خانوادهش، اگر 3 نفره 3 تا 5 دلار، 1 نفره 1 5 دلار، 5 نفره 5 5 دلار، به اون حسابی که شما باز می کنید و باید این کار رو بکنید، در طول حیات از هر کاری مهمتر خواهد بود، باز کنید در یک بانگی. هر کسی در هر کشوری هست میتونه راحت 5 دلار برای هر یک نفر و برای خانوادهش اینجا بریزه. ممنونم از لطفتون. مهم نیست، جمع دوست عزیز، شما این پول رو برای اون خانواده شون عمله کارگرهایی که بین رفتن بدهید. ممنونم از لطف و محبتتون. من متوجه مطالبتون شدم. متشکرم از شما که تلفن کردید و بالاخره یک ایده‌ای دادن، برای اینکه واقعا من خیال میکنم خانواده های اون کسانی که در زیر خاک پنهان شدن، کسانی که زحمت کشن، وقتی قیافه هاشون رو میدیدیم آقای مهربانی عزیز، و واقعا آدمی متأثر میشه. نظر شما چیه؟ کاملا با شما موافق هستم، واقعا تأثیر برانگیز هستش. ببینید، مردم ایران در اون فرهنگی که ما داریم درش دهشمندی وجود داره، دهش در واقع آبادسازی وجود داره، درش همیاری و همازوری وجود داره. من مطمئن هستم که جامعه ما این در واقع از نظر روحی روانی و از نظر مادی کمک ها رو خواهد کرد، و ما ارگانیزهای مختلفی رو در درون جامعه ببینیم که با تمام فشارهایی که وجود داره، حتی جمهوری اشغالگر اسلامی جلوشون رو میخواد بگیره، این در واقع بنیادهای دهشمند و دهشمندی رو میاد جلوشون رو بگیره و اذیت کنه. بنابراین این جریان در جامعه وجود داره. ببینید، به جایی که تأثیر بخوریم، احساس مسئولیت بکنیم و یک بار برای همیشه مسئولیت خودمون رو در مقابل خودمون، خانوادهمون و جامعهمون، ملت و کشورمون به اجرا بگذاریم و نشون بدیم تا بتونیم آینده رو به دست بگیریم. من اتفاقا صحبت‌های زیادی میشنوم در این مدت، در این راستا، و اون هم این هستش که هنوز که هنوزه ما دنبال هست این هستیم که آی فلان کشور این کار رو کرد، آی نمیدونم اون کشور این کار رو کرد، انگشت اتهام به انواع اقسام کشورها، نه اینکه نکرده باشن، کردن، میدونیم دیگه، افشا شده، تاریخ باز شده، روشن شده. اما اگر بخوایم فقط به
این امید باشیم که این کشور و اون کشور در واقع انگشت اتهام نشون بدیم و باز هم به این امید باشیم که بخواد این کشور و اون کشور به ما کمک بکنه، هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد. این ببینید، ملت ایران اگر به دنبال حقوق شهروندی هستن، اگر خودشونو به عنوان یک شهروند حساب میکنن، اگر خودشونو به عنوان یک انسان زمینی حساب میکنن که مشخصا چنین است به خاطر اینکه به دنبال در واقع حقوق اون شهروندیشون هستن، اما جمهوری اشغالگر اسلامی که بهشون نخواهد داد. بنابراین در این حقوق شهروندی یک چیز دیگه ای هم وجود داره، مسئولیت شهروند در مقابل جامعهش و در مقابل کشورش. این موضوع رو با وجودمون درکش بکنیم، لمسش بکنیم و اجراش بکنیم و ما میتوانیم با کمترین هزینه ها که همون نافرمانی های مدنی باشه این دگرگونی رو به وجود بیاریم. میبایست جامعه توانمند بشه، بسترهای زیادی باید میبایست ساخته بشه که این جامعه به اون تحول برسه. یک دگرگونی یک چیزی نیستش که فقط بیایم چه میدونم داد بزنیم، شعار بدیم که آی ملت بریزید در خیابون و ما امروز میخوایم انقلاب کنیم و چه میدونم ایران رو به دست بگیریم. نه خیر، چنین نیستش. ببینید وقتی که ما صحبت مبارزه هوشمندانه میکنیم، در این مبارزه هوشمندانه یک سری مسائل میبایست انجام بشه، یک سری پازل ها در کنار همدیگه قرار بگیره و برای قرار گرفتن این پازل ها که اون صفحه رو مشخص بکنه، اون نما رو، تصویر رو مشخص کنه، میبایست بسترسازی بشه. و من گمان دارم، باور دارم که تنها راه نجات نافرمانی های مدنی و مبارزات بدون خشونت هست با ابزار جشن های ملی و برگزاری جشن های ملی. این چنین هستش که جامعه میاد حضور پیدا میکنه، یک حضوری رو با شادی در واقع نشون میده. این جامعه ای که بتونه حضور پیدا بکنه خصوصا با شادی دادخواه میشه، تازه شرایط فراهم میشه برای دادخواهی و برای یک حرکت و برای یک تغییر. ببینید در همین آدینه پیش رو که قرار هست این انتخابات نمایشی انجام بشه، مردمان وقتی که در خانه هایشان بشینن، این خودش در واقع حضور نی اونها رو به جمهوری اشغالگر اسلامی نشون داده. این بسیار اهمیت داره. فراموش نکنیم که جمهوری اشغالگر اسلامی برای شما آمارهای دروغینی میگه، چه میدونم ده ها هزار نفر هم جلوی دوربین میفرسته و اونجا فیلم برداری میکنه که آی ملت اومدن، یک آمار دروغینی هم به شما میگه که 20 میلیون 22 میلیون 25 میلیون اومدن پای صندوق های رای. مهم جمهوری اشغالگر اسلامی نیست، مهم اون سفارت هایی هست که در درون مرز اونها جامعه رو بررسی میکنن، آنالیز میکنن و میبینن که کسی نرفته پای صندوق رای و در اون روز خیابون ها خلوت بوده. اینجا هست که عدم مشروعیت نظام نشان داده میشه. اونها میدونن که جمهوری اشغالگر اسلامی داره دروغ میگه و این آمارها دروغی نیست. اونها آدم دارن در تمام شهرهای بزرگ، صبح و ظهر و بعد از ظهر میرن این حوزه ها رو نگاه میکنن و وقتی میبینن خالی هست و فقط یک حوزه، برای مثال در تهران مصلی تهران یا حسینی ارشاد، 10,000 نفر اونجا آدم جمع شدن و دوربینا هم همونجاست، خب اینا متوجه میشن که جمهوری اسلامی داره دروغ میگه و مشروعیت نداره. ببینید بنابراین به پروپاگاند جمهوری اشغالگر اسلامی توجه نکنید و وارد بازی اونها نشید. جناب کاردان، ما در واقع یک پیشنهادی به هممیهنان کشورمون میدیم که این پیشنهاد در فضای مجازی به سرعت داره میچرخه و خیلی ها استقبال کردن. ما پیشنهاد میدیم که پنج شنبه، در واقع میشه فردا شب، ساعت 10 شب مردم در خیابان و یا بالای پشتبان ها برن و فریاد ایران ایران به سر بدن، ایران ایران به سر بدن در اعتراض به این انتخابات نمایشی. آیا جامعه ایران به راستی و درستی میتونه این مسئولیت رو انجام بده و خودشو شهروند بدونه و دادخواه بشه؟ با پای صندوق رای دادخواهی شما پاسخ نخواهد داده شد، همینجوری که 38 سال داده نشده. 38 سال اینها وقت داشتن که کاری انجام بدن، اما هر سال بدتر شد. هر سال با پروژه های اختشاش، با پروژه های سردرگمی، با فریب جامعه، روز به روز جامعه رو به قهقرهای تاریکی کشوندن. بنابراین هممیهنانم، این صدای مبارزان ایران و روشنگران ایران هست. پنجشنبه ساعت 10 شب به وقت ایران و
بر بالای بام‌ها بروید و یا در خیابان‌ها و فریاد ایران ایران به سر بدهید در اعتراض به این انتخابات نمایشی و یک نی بزرگی به جین جمهوری اشغالگر اسلامی بدهید تا بتوانیم با یک همازوری و همبستگی و یک خروش نافرمانی‌های مدنی به اون رستاخیز بزرگ ایرانی دست پیدا کنیم و اون چیزی که شایسته و بایسته کشورمون و ملت بزرگ ایران هست رو بتونیم پیاده کنیم و پیش ببریم. آقای مهربانی عزیز، من خیال میکنم که مردم ایران که این روزها دسترسی به بسیاری از وسایل ارتباط جمعی دارن و هر تلفنی که دستشونه خودشون میتونن خبرها رو برای بسیاری از نقاطی رو که دوست دارن بفرستن و حرفشون رو بزنن و روی تلگرام گرفته و بر همه جا دارن حرفشون رو میزنن. همین الان من یک البته بسیاری تکست داشتم ولی چند تاش برای من بسیار جالب بود که با شما مطرح میکنم. یک خانمی برای من فرستادن، گفتن که آقای کاردان ما رفتیم به استادیوم ورزشی خیلی هامون برای آقای روحانی، نه برای اینکه واقعا از روحانی طرفداری کنیم، برای اینکه ما مدت ها بود در استادیوم ورزشی ما رو راه نمی دادن، رفتیم ببینیم استادیوم اصلا چه شکلیه و خیلی هم از ما استقبال کردن با هر لباسی که بودیم و با آقایونم بگو مگو کردیم، حتی برای همدیگه لطیفه گفتیم، خندیدیم و خیلی روز شادی رو داشتیم. ما چیکار داریم با آقای روحانی؟ حالا من نمیدونم بعد از این که احتمالاً این آقای روحانی آمدن رئیس جمهور شدن احتمالاً، یا اون آقای رئیسی و غیره که ما رو میبرن الان با هر لباسی که دوست داریم تو استادیوم، باز اجازه میدن بریم مسابقات قهرمانانمون رو تماشا بکنیم یا نه؟ یا ما یه سیاهی لشکری هستیم برای کارهایی که میخوان با ما انجام بدن؟ در این باره نظرتون چیه؟ خواهش میکنم. ببینید، خب من متوجه هستم که این هممیهنان وقتی یک روزنه در واقع آزادی رو میبینن میخوان ازش استفاده بکنن، ولی چه فایده ای داره؟ من به شما اطمینان میدم که چه روحانی بشه، چه رئیسی بشه، چه هر کسی دیگه ای بشه، هیچ تأثیری برای جامعه نخواهد داشت. در رو برای شما باز میکنن برای چی؟ به خاطر اینکه شما جمع شید اونجا، شما دارید با یک عشق دیگه ای میرید که رفته باشید حداقل در درون ورزشگاه آریامر یک قدمی زده باشید، چون معمولا که نمیذارد که بانوان تشریف ببرن اونجا. با این ذهنیت داری میرید، اما جمهوری اشغالگر اسلامی چی کار میکنه؟ میگه نگاه کنی، اینها تمام مردمی هستن که مشروعیت ما رو تایید میکنن. بل. من یک این خیلی قابل اهمیت هستش، بنابراین نمیبایست اصلا وارد بازی اینها شد. اوتپوتی که میاد بیرون نمیبایست مشروعیت نظام باشه. کاملا درسته. اجازه بدید با یکی از خطوط که بفرمایید، خواهش میکنم. قربان، سلام عرض میکنم، امیدوارم حالتون خوب باشه. سلام، صدای تلویزیونتون رو کم کنید با هم صحبت کنید. بفرمایید. آقای صحبت میکردن، خیلی خوب صحبت کردن و نظرشون درسته. همون شب قبل از انتخابات برن روی پشتون این کارو بکنن. ببینید آقای کاردان، این تعدادی رو که آوردن جلو تلویزیون گذاشتن بدون هیچ نیرنگی خودشون کارنامه خودشون رو به یک دیگه گفتن. یعنی واقعا کسی بیاد هر کدوم از اینا رو انتخاب بکنه، خب هیچ فرقی نمیکنه چه انتخاب بکنن چه نکنن، هر کدوم اینا بشن به نظر من فرقی نمیکنه، شاید فقط جای عمامه‌شون رنگش عوض بشه، سیاه و سفید بشه. ببینید، در زمانی که جمهوری اسلامی ظهور کرد در ایران، پرزیدنت فرانسه تازه به دنیا آمده بود، ایشون هم 38-39 سالش بیشتر نیست. بله. در یک کشور آزاد این شخص شد پرزیدنت یک کشور قدرتمند دنیا. حالا شما مجسم کنید همین خانم دخترهایی که الان میان انگشتشون رو به صورت ویکتوری نشون میدن یا خودشون رو به طریق ساین میگیرن دستشون میزنن، آیا شما لیاقت اینا نداشتید که بهتر از این باشید؟ واقعا من متاسفم اگه کسی دیگه این دوره با این وضع تبلیغات و این اطلاعات کامل
ندونه دیگه واقعا باید بشینیم. در صورتی که اگر آقای روحانی بشه ما حرکت میکنیم برای 44 سال آینده و بعد از 4 سال دیگه معلوم نیست چه اتفاقاتی دیگه بیفته، چه کسی دیگه بیاد، اصلا ایرانی دیگه وجود خواهد داشت یا نداشت. ما باید یه ریسکی هم بخوریم دیگه. میگن آقا آسان‌ترین کار نرفتن توی خیابون، بشینید توی خونهاتون دیگه، بذار خیابونا خلوت باشن، فقط پلیسا و مامور انتظامی اونجا باشن. اینجوری که آقا گفتن درست میگن. شاید الان در کشورهای دیگه که اونجا سفارت دارن اینا دوربین داشته باشن، بالاخره طوری به دنیا نشون بدن همه که اصلا ایران که کسی موافقش نیست، از مردم گرفته تا تمام کشورهای دوربر و اروپا و امریکا کسی موافق جمهوری اسلامی نیست. برای که آقای جمهوری اسلامی هدفش فقط کشتن مردم و در عذاب گذاشتن، چه در داخل چه در خارج. امیدوارم هموطنها فریبی رو که ما خوردیم سال 57 نخورید. ما یه اشتباه بزرگی کردیم، هیچ چیز در دسترس ما نبود، فقط حزب توده و سازمان و کنفدراسیون اینا یه نامه‌ای می‌وردن به ما می‌دادن، نوشته‌ای می‌خوندیم، چه 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 بعد می‌گفتن آقا برید ببینید رومانی بهترین کشور دنیاست. ما هم که اون موقع وقت نداشتیم که بریم رومانی رو ببینیم، حالا که فایند آوت کردیم می‌بینیم بابا فقیرترین و بدبخت‌ترین رومانی بوده. حتی همین کشوری که آقای فیدل کاسترو هست بیچاره و بدبخت شدن. هموطنان فریبایی رو که ما خوردیم شما نخورید. ما اشتباه کردیم، ما اشتباه کردیم. خواهش میکنم پدرها، مادرها، پدر بزرگا، مادر بزرگا به بچه هاتون بگید، اونایی که در زمان شاه بودن بیان بگن آقا چقدر ما اشتباه کردیم. امیدوارم روز خوبی داشته باشید، موفق باشید. ممنونم از تلفنتون، متشکرم، مرسی. آقای مهربانی عزیز، میبینید که مردم واقعا آگاه هستن و میدونن که باید چه بکنن. بفرمایید، خواهش میکنم. درود به شرف این میهنمون که چنین با شهامت و شجاعت اومدن گفتن اشتباه کردن. این در واقع همون بیدار شدن وجدان جامعه هستش. ما میبایست که جامعه وجدانش بیدار بشه، وجدانش آگاه بشه و در واقع در جنایت‌های رژیم شراکت نکنه. زمانی که جامعه شراکت نکنه وجدانش بیدار شده. این جامعه میبایست تمام این کشته شدگان رو نگاه بکنه، سهراب ها رو نگاه بکنه، نداها رو نگاه بکنه. زمانی که نگاه جامعه مشخصا به یک معضلی باشه که درش یک شوک اجتماعی وجود داشته باشه، این میشه یک موتور محرکه. وجدان جامعه آگاه میشه، وجدان جامعه بیدار میشه و دیگه با جنایت شراکت و همدستی نخواهد کرد. بگذارید اونهایی که وجدانشون کور و خواب هست برون انجام بدن. خب مشخصا جمهوری اشغالگر اسلامی عوامل خودشو داره، حالا چه کسایی که ایدئولوژی به این نظام باورمند هستن، چه کسایی که در واقع وابسته هستن و منافع خاصی دارن. اما مردم جامعه میبایست این وجدانش آگاه بشه، بیدار بشه، به مانند همین هممیهن گرامی و بزرگوارمون که اومدن چنین با شهامت گفتن که اشتباه کردن. درود بر شما. یک تکس رو داشتم از یک خانمی از ایران برای من فرستادن که اول گفتن که آقای کاردان شما که اهل شوخی و طنز هستید این حرف من رو به عنوان طنز قبول بکنید، جدی نیست. ما رهبر داریم و رهبر ما به ما گفته بریم پای صندوق، ما میریم و بعد خود رهبر تکلیف رئیس جمهور رو معلوم میکنه. ما فقط میخوایم حرف ایشون رو گوش بکنیم. امیدوارم این حرف ایشون که حتما یک طنزه مردم ایران هم باور بکنن که ایشان معلوم میکنه. شما نظرتون چیه؟ بله کاملا درسته. این دقیقا هم در واقع موزلی هستش که به وجود اومده بود. یک سری آدم ها رو فرستادن که برن خودشون رو کاندید کنن و شما دیدی چه سیرکی به وجود اومد. یکی نمیدونم با داشمشتی بود، یکی نمیدونم فلان بود، یکی یک چیزی دیگه بود، یکی با دوچرخه رفت، یکی نمیدونم با چیز رفتش. این سیرکو را انداختن که مشروعیت شورای اون در واقع نگهبان رو نشون بدن
به مردم بگم ببینید مردم، ما اگر نباشیم کنترل نکنیم، شما که درک و فهم ندارید، پوزش میخوام اینطوری میگم، ولی واقعیت هستش. ما باید باشیم که فیلتر کنیم، وگرنه نگاه کنید چه کسایی اومدن برن انتخاب بشن مگر که مملکت رو بگردونن. ای تمام این کارها در راه اون سیرک و در راه تأیید خودشون هستش. یک نگاه دقیق و در واقع تیزبین به این داستان داشته باشیم، به این موضوع داشته باشیم، همه اینها رو میتونیم شاهد باشیم. اینجا هستش که این طنز همیهمنمون هم میتونه کارساز باشه. یا آقا ما رفتیم، شما هر کاری خود دوست داشتی انجام بدید. ممنونم ازتون. ما فقط یک 3-4 دقیقه دیگه بیشتر وقت داریم، خطوطونو همه اشغال با یکی از خطا صحبت میکنیم. بفرمایید، خواهش میکنم. الو آقای کاردار. جانم بفرمایید. سلام. سلام. بیه کوتا الان در سطح مهمی که از این افرادی که میخوان رنگ بدن قربون ازم خانوما هستن. بله. این مهندس دورمانی هم من سلام من برسونید. بگید مهندس آقای شانشار یامد به توسط سادات به این جمهور برس بود. تنها کار مهمی که کرد بعد از این همه کاری که کرد موجب این سه که خدمه زنا به جلوگیری کرد. تو اگه تو از این ها صداتون قطع شد. تو کارهایی که داری انجام میدی تو مثل این کارو بکن، جلوگیری کن. اون موقع نه تلویزیون بود نه وسیله چیزی. اگر تو این کار انجام بدی دختری تو برای پسر خودم عرض میکنم و این کار کرد. الان با تحقیقاتی که داری انجام میدی اینه رو بیان کنی، خانمو از دادن حیا کنم. چشم. ممنونم ازتون. یه خط دیگرم میگیریم برای اینکه وقتمون کمه. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید. حالا میگذارم که سلامت باشین که جناب آقای کاردانه عزیز. تنظیم که افتخار دارم یعنی امشب با شما صحبت میکنم جای شادی بر من هست. خواستم خدمتتون عرض بکنم با توجه به اینکه من نمیدونم این ملت ما چی چون شده که میان وقتی که انتخابات میشه میان صحبت میکنن توی رسانه های عمومی همه همدیگر رو خطاب میکنن، میگه تو دوست، میگه قاتل، جنایت های همدیگر رو میکنن و خودشون رو به ملت معرفی میکنن و جایی تأسفه که همه این ملت این رو میبینن و بعد میان میگن که خیلی خوب این جایی ها من فکر میکنم باید یه پلیس بد اینا رو ببره. اینا میان تازه میگن که پیر به اینا رای بدید. جایی من نمیدونم ملتمون چی شده. من خودم هم متأسف و متأثر از این هستم که چرا سالهای سال من در این چیز شرکت کردم و شرمنده ملتمون هستم و اینکه نسلی که الان سوخته به نامه سوخته اعلام میشه که من در این سکین بودم و جایی تأسفه که الان به این روز افتادم که بیام پوزش بطلبم از همه ملت و عذرخواهی بکنم و بگم چرا؟ آخه چرا ما متوجه نیستیم وقتی که اینها خودشون رو به عنوان جنایتکار معرفی دارن میکنن به ملت و بعد میگن بیاین حالا به اونی که کمتر خورده رأی بدیم. آخه یعنی چی؟ من نفهمیدم چه مدلی، چرا این ملت به این روز افتادن؟ تمام تحصیل کرده اصلا متاسفانه و این جوانها میبینن و ما توضیح بهشون با توجه به توضیحاتمون باز به منم به خود منم برمیگرم که حالا شما فردا به کی پس فردا به کی رأی میدید. من نمیدونم. به هر حال امیدوارم که همه ما یک به خودمون بیاییم و متوجه این باشیم که داریم خودمون به خودمون ظلم میکنیم و این خود ما هستیم که داریم در سرنوشتمون تأثیر میگذاریم و بعد اونها نیان دوباره مثل من بعد از چندی سال بگن که ما عذر میخواییم. ما اون روز هم نفهمیدیم. ممنونم. به هر حال از برنامه شما، از اینکه منو تحمل بکنید متشکرم و از برنامه‌تون تشکر میکنم برای روشنگری و امیدوارم که همه ما روزی بتونیم زندگی با صفایی بر مبنای فضایل انسانیمون در خدمت همدیگه باشیم. متشکرم از لطفی که کردین و من رو تحمل کردین و من خودم یه مددکار هستم. از تهران زنگ میزنم و بدونید که ما در جهان الان از نظر بزهکاری اول هستیم، جایی که واقعا نمیدونم چه چیزی با چه زبانی تأثیر خودم رو اعلام بکنم. ممنونتون هستم. عرضی ندارم اگر شما عرضی
داشتی باشین. بفرمایید که من ممنونم از شما که زنگ زدین، تشکر از لطف و محبتتون. آقای مهربانی عزیز، متاسفانه وقت برنامه ما تمام شده، فقط 15 ثانیه خواهش میکنم که اگر مطلبی داریم بفرمایید و واقعا آخرین خطی رو که داشتیم و من عذر میخوام بقیه دوستانمون، مطلبی رو گفتن بسیار جالب بود. بفرمایید، خواهش میکنم. ملت بزرگ ایران، هم میهنانم، ما همش نمیتونیم تجربه کنیم، یک بار هم میبایست از این تجربه های 38 ساله استفاده کنیم و بتونیم این ورق رو برگردونیم. بهترین کاری که میتونید انجام بدید، کم هزینه ترین کاری که میتونید انجام بدید، اگر به راستی و درستی به دنبال آزادی و آبادانی ایران هستید، این حرکت بزرگ نافرمانی های مدنی رو انجام بدید و به پای صندوق رأی نروید. مشروعیت این نظام جنایتکار رو تایید نکنید در نزد جهانیان. هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد. بین احمدی نژاد و قالیباف و روحانی و رئیسی هیچ تفاوتی نیست. ساختار قانون اساسی جمهوری اشغالگر اسلامی رو براتون عنوان کردم و مشکل جای دیگه هست. میبایست از این سیستم گذشت. باز هم تکرار میکنم، پنجشنبه ساعت 10 شب در سر تا سر ایران فریاد ایران 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 سردهیم به اعتراض به این انتخابات نمایشی. برای همتون آرزوی پیروزی و بهروزی دارم. هر کجا که هستید شاد و پیروز باشید. ما پیروز هستیم چون این حکم تاریخ هست. پاینده ایران. پاینده ایران. و ممنون از شما آقای مهربانی عزیز از اینکه در برنامه شرکت کردید. با تشکر از تمام دوستانی که روی خط اومدن و تکست فرستادن و توجهی که به این برنامه و به تلویزیون اندیشه میکنن. با تشکر مجدد از دوستانمون در تلویزیون با شما بدرود میگم و شبها و روزهای خوبی برای همه آرزو میکنم. با امید دیدار.